در سال روز تخریب قبور امه بقی تعدادی زیاد از شیعیان هند با شرکت در تظاهراتی این اقدام وهابیان را محکوم کردند. تظاهرکنندگان کنندگان در شهرهای دهلی نو پایتخت و لاکنو مرکز ایالت اوتار پراج با سردادن شعارهایی خشم خود را از اقدامات وهابی ها و سنی های تند رو در تخریب قبور امه بقی نشان دادند. همچنین در این مراسم مولانا کلب جواد امام جماعت شهر لاکنو تا یه سخنانی در جمع تظاهر کنندگان گفت آل سعود با تخریب قبور عمه بقی ماهیت ضد اسلامی خود را نشان داد وی با بیان اینکه عربستان سعودی منشأ تروریسم است افزود وهابیت با تفکرات انحرافی و افراطی منشأ بسیاری از اعمال تروریستی است شیعیان دهلی نو پایتخت هند نیز در مسجد کشمیر گیت با سر دادن شعارهای ضد وهابی تخریب قبور بقی را محکوم کردند شاین ذکر است هشتم ماه شوال مصادف با سال روز تخریب قبرستان بقی به عنوان مهمترین قبرستان مسلمانان به دست وهابیان در سال 1344 هجری قمری است و مذهبان آل سعود پس از تسلط بر شهر مدینه منوره ضمن تخریب قبور آثاری که بر روی قبور قرار داشت را نیز از بین بردن در جریان این واقعه بارگاه امام حسن مشتبا علیه السلام امام سجاد علیه السلام امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام به طور کامل به دست وهابیان ویران شد